تحقیقات درباره شهروند افغان تبار که به بمبگذاری در ایالات در نیویورک و نیوجرسی و تیراندازی به سوی پلیس متهم و بازداشت شده است ادامه دارد در حال حاضر مظنون در بازداشت پلیس است و انتظار می رود که در چند روز آینده حقایق بیشتری به دست آید گزارشی در این باره مقامات امنیتی آمریکا کیفرخاستی علیه احمد خان رهامی شهروند افغان تبار مقیم آمریکا به اتهام بمبگذاری در ایالات نیویورک و نیوجرسی صادر کردند. اتهام این مزنون 28 ساله پنج مورد جنایی از جمله اقدام به تیراندازی به سوی پلیس در شهر لیندن نیوجرسی است که دادستانهای نیوجرسی در کیفرخواست خود اقامه کردند. بر اثر بمبگذاری و تیراندازی وی بیش از سی نفر از جمله دو مأمور پلیس زخمی شدند سازمان اف آمریکا روز سهشنبه اعلام کرد که در سال 2014 پدر احمد خان مزنون بمبگذاری ضمن تماس با آن سازمان از امکان تماس پسرش با افرادگرایان ابراز نگرانی کرده بود و اف آی سوابق احمد خان را بررسی و وضعیت او را مورد ارزیابی قرار داده بود <متحدث> یک خبرنگار که هویتش اعلام نشده ضمن مصاحبه با پدر احمد خان پرسیده بود بقیقفان. شما با اف بی آی تماس گرفتید و به اونا گفتید که پسرتون در فعالیت های تروریستی در خارج از کشور مشارکت داشته؟ بله شما خودتون این رو به اف بی آی گفتید؟ یعنی با اونا تماس گرفتید و به اونا گفتید؟ بله اونا چی گفتن؟ اونا وظیفهشون رو انجام ندادن سازمان اف میگوید آی فعالیت های حال و گذشته احمد خان را بررسی کرده اما چیزی که بازجویی و ادامه تحقیقات را توجیه کند پیدا نکردند. ویدیوهای بازرسی احمد خان را شنبه شب در حوالی محل بمبگذاری در شهر نیویورک نشان می بر اثر انفجار این بمب 29 تن مجروح شدند. ساعتی بعد در همان محل یک بمب منفجر نشده پیدا شد. مقامات امنیتی بر این باورند که رهامی همچنین عامل بمب‌های لوله‌ای دستساز است که نزدیک ایستگاه راهن شهر الیزابت در ایالات نیوجرسی پیدا شدند. پدر احمد خان در این شهر صاحب و مدیر یک رستوران است. مقامات امنیتی همچنین میگویند رهامی چند سال پیش به کشورهای افغانستان و پاکستان مسافرت کرده است. از احمد خان هنگام بازگشت دفترچه یادداشتی به دست آمد است که در آن نام چند را از جمله انور اولاکی روحانی مسلمان متولد آمریکا نام برده شده است اولاکی در سال 2011 در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در یمن از پای درآمد